as of that. Hello? خب صبر کنید من ببینم این چه جوریه. دسکتاپ نیو ولوم 32 نقطه. آها ببخشید این کولیس که منو تو شرکت ها بهم کادو دادن یه خورده خسته است، تا باز بشه یه طولی میکشه. احتمالاً برش میداریم چیزی دیدین. آها صبر کنید اینو ببندم. چی شد؟ یه اتفاقات جدیدی داره میفته. صبر کنین کرسر رو پیدا کنم. آها خب اینو میدم همکارم، من با شما سلام علیک میکنم. آره این کول دیسکه منو اگر اینو اینجا نشون بده من خیلی خوشحال میشم. اه اومد. سلام، سخنرانی های خوبی بود. من خودم شخصا یه لذت بردم. شما یکی از بهترین دفعاتی هستین که من اومدم سخنرانی، به نظرم باهوشترین، باحالترین و بهترین گروهی هستین که من تا حالا دیدم. اینو همیشه معلمای با ما تو کلاس ها میگفتن و در واقع من راستش هی تصمیم گرفتم از سخنرانی های فنی دور بشم، چیزایی بگم که مهمتره. بخش فنی زندگی میاد و میره و ما یکی از بزرگترین فعالان لینوکس جهانمون الان بیخیال شده، تو حفاظت از گوریل‌های در حال انقراض کار میکنه تو سطح جهان. در نتیجه ممکنه در آینده هم شما نظرتون عوض بشه، فاس براتون انقدر مهم نباشه، هرچند که آزادی باید براتون مهم بمونه، حالا آزادی گوریلا یا نرم افزار یا هرچی. من جادیم. یکی از دوستان پرسید که کجا مینویسین، گفتم بعدم میدم، باید یادداشت کنین. الان کسی نمیبینم یادداشت کنه، ولی به هر حال حداقل حفظش کنین تو jodi.net و بقیه چیزا. سخنرانی در مورد این که ما جامعه هستیم، چون معمولا سخنرانیامون خیلی میرفت به سمت فنی، من سعی میکنم یه خورده غیر فنی حرف بزنم. خوشحالم که الان بخش زیادی از سخنرانی ها غیر فنی شد، من دفعه بعد سعی میکنم یه خورده فنی حرف بزنم. جامعه این قسمتش رو کجا بود؟ آها جامعه در واقع تعریف خیلی پیچیده و بامزه‌ای داره. من اینجا تقلب کردم چون هیچ وقت درس خونه خوبی نبودم. Society is a social group of any size whose members reside حضور دارن in a specific locality. جامعه گروه هر تعدادی از آدم هاست که در یک جای فیزیکی حضور دارن. Share government، government دولت مشترک دارن و often have a common cultural and historical heritage و گذشته و سابقه فرهنگی و اجتماعی مشترک هم دارن. خوشبختانه ما میتونیم بگیم تاریخ ساز بودیم، این تعریف رو عوض کردیم. دیگه الزاماً جامعه برای ما در یک مکان فیزیکی حضور نداره. آدمای خوب دنیا خیلی زیادن، هرچند که خیلی پخشن. تک و توک پیش میاد اینجوری دوره هم جمع بشن، ولی روحیتون حفظ کنیم. ما خیلی پخشیم ولی زیادیم. جذابیتش به چیه؟ اینه که ما این تعریف رو داریم عوض میکنیم. این مال فکر کنم دفکانه، بزرگترین حالا همیشه دعوا میشه. ما میگیم تو نرم افزارات هیچ وقت بهترین، بزرگترین، خوشگلترین، باحالترین نداریم، همه خوبن. یه دونه انانیماس همون تهدیدم و در واقع یکی از بهترین همایش هایی که دوره هم جمع میشن، هکرها کاراشون رو به هم نشون میدن، دارن حالا اینجا در واقع سعی میکنن پولم جمع کنن به بقیه کمک کنن و اینجور کارها. یه جامعه است که گاهی دوره هم جمع میشه، درست مثل ما. ما هم همیشه افتخار میکنیم به اینی که آزادی که ما ازش حرف میزنیم چیزی بیشتر از صفرها و یک هاست. در واقع فقط نرم افزار نیست، اون آزادی که ما ازش حرف میزنیم، اون فرهنگی که ازش حرف میزنیم، فری سافتور برای ما در واقع یه فرهنگی که باعث میشه وقتی دور هم جمع بشیم لذت ببریم، خوشحال باشیم، به یه فرهنگ عمومی جهانی کمک کنیم با هم بودن. در واقع من همیشه به آدما میگم دوست از کجا پیدا کنیم، میگم بیا ببین لینوکس نصب کنیم، چون که باعث میشه بیان یه سری همایش که یه سری آدم خوبه باحال ببینین و البته عصبی هم بشین، چون به هر حال یه سری چیزای مشکلاتی دارین که نمیتونین حلش کنین به این راحتی‌ها. ما سه جور میتونیم تو این کامیونیتی شریک باشیم. اولیش اینه که استفادهش کنیم. فکر کنم اکثرا استفاده میکنیم. چند نفر نرم افزار آزاد استفاده میکنن در طول روز؟ خب در واقع کی استفاده نمیکنه؟ 4-1 آره 1.5 نفر تقلبی هم شهرم، اون تحیا فهمیدن این جلویا. یکیش اینه که من اینو استفاده کنم. خب هممون میکنیم.
دومیش اینه که من بهش یه چیزی اضافه کنم. چند نفرن که فکر میکنم به یه چیزی در نرم افزار آزاد اضافه کردن در این چند وقت؟ تعداد کمتر میشه. 3 نفرشون هم از اون گروه هایی هن که استفاده نمیکنن، فقط اضافه میکنن. واقعیتش اینه که خبر خوب اینه که همینی که شما تو این جلسه هستین دارین یه چیزی به نرم افزار آزاد اضافه میکنین. حالا به نرم افزار آزاد من خیلی تلویحی میگم، همینی که شما میایین اینجا عملا دارین یه چیزی رو پیش میبرین. ولی حالا نگاهی هم میکنیم. آخریش هم اینه که بحث مهمتریه، نرم افزار آزاد رو ول کنین، کلا جامعه باشیم، دربارش حرف میزنم. با آدما که میگی نرم افزار آزاد یه هیجانی میگیرن که لینوکس، کرنل، کرنل با چی نوشته شده؟ سی. خب من سی بلدم، حالا من میرم به کرنل کانتریبیوت میکنم. اگر تا حالا، من همیشه مثال میزنم، شما یه برنامه داره لینوکس به اسم یس. ترمینال داره این لینوکسه؟ خب سخت نمیگیریم. آها اینجا داره رو هم میشه بیچاره. بذار یه سعی اولیه میکنم، اگه نشد برنامه یس رو براتون توضیح میدم. میره این پشت، اشکال نداره. برنامه یس یه برنامه است که میزنین یس تا بی نهایت براتون یس میزنه. در واقع ما بدشانسی رو بردیم، دیر به دنیا اومدیم و یعنی میتونستیم یه سو خودمون بنویسیم، کانتریبیوت کنیم به کرنل، مثلا به کور لینوکس حداقل. تو همه اینستالیشن ها هست، خیلی هم آسونه دیگه، هممون با همه زبون ها بلدیم. وایل یک پرینت یس. ولی اگه برین سورسش رو بخونین، یه سورس پیچیده عجیب غیر قابل باور داره، 800 مدل، برای اینکه انتظار میره رو تمام سیستم ها تو همه شکل های ترمینال با همه چیز کار کنه. تا من هنوز نفهمیدم فرق اون چیزی که نوشتن با وایل یک پرینت یس چیه در واقع، ولی سورسش پیچیده است. من نمیتونم بهش کانتریبیوت کنم، چه برسه به اینکه بخوام برم به کرنل کانتریبیوت کنم. اگر اصولا بفهمم که اصلا چی میخوان تو کرنل، خودش برای من قدم بزرگیه، چه برسه به اینکه بخوام بهترش کنم. ولی الزاما لازم نیست. ما خوشبختانه یه چیزی داریم به اسم ضریب ایران. شما همینی که ایرانی هستین یه شانس بزرگ آوردین برخلاف نظر اکثریت. شما نمیدونم یه نقاشی میکشین، یه پارتی میگیرین، مثلا ازش عکس میذارین، یهو به عنوان عکاس بزرگ پارتی های شبانه در تهران تو گاردین چاپ میشه مثلا. واقعا همینه. یکی نقاشی دیواری میکشه تو همه دنیا هست، شما یه عکس بگیرین که نقاشی های دیواری تهران، یهو میبینین تو فلیکر عکستون رو 15 بار مثلا 15 میلیون بار لایک کردن. یه چیز عجیبی، یه ذریب عجیبی دارین. امروز یکی میگفت من به اسلیت ایمیل زدم که نشریه خیلی مهمیه، که خب ما از ایرانیم، کردیت کارت نداریم، میشه من مشروع مجانی بگیرم؟ یارو زده بود آره ما کلا برای آی پی آی ایران باز کردیم. البته یه ذریب ایرانی خاصی میخوره. تو نرم افزار آزادم خب ما شمسی سازی، فارسی سازی، راست به چپ سازی، همه چی رو داریم دیگه. شما میتونید رو این خیلی خوب کانتریبیوت کنین. ترجمه بهترین کاره. من و شما فکر میکنیم برنامه‌های ترجمه شده مفید نیستن، ولی مادر بزرگ من، پدر عموی من، چی میشه؟ پدر عموی من، پدر بزرگم میشم، فکر میکنه که فایرفاکس وقتی فارسی شد تازه قابل استفاده است. شما یه سری آدمای جدید رو میارین تو. لوکالایزیشن ها مهمن، چک کردن لوکالایزیشن ها. من الان از هفته پیش دارم هی به آدمای ایمیل جواب میدم که دلیلی که سایت شما خراب شده این نیست که وردپرس خراب شده، دلیل اینه که کروم جدید وقتی دارین فارسی تایپ میکنین این فاصله ها رو قاطی میکنه. دبل کلیک میکنین، فکر کنم کروم 41 دبل کلیک میکنین روی کاراکتر، یه خورده اون بدترش رو سلکت میکنه. از این باگای استانداردی که تو فارسی داریم، هممون داریم هی میگیم ای بابا دوباره این. احتمالاً هیچ کی تو این گروه اینو ریپورت نکرده که آقا دوباره اون مشکلی که تو کروم 38 داشتین دوباره ظاهر شده. منتظریم درست بشه. من اینجا میتونم کانتریبیوت کنم. داکیومنت کردن یه کار دیگه است، داکیومنت نوشتن به فارسی به انگلیسی. آرت ورک درست کردن، کار هنری کردن و تبلیغ کردنی که حرفشو زدیم. حرف بزنیم با بقیه، بهشون چیزای مثبتو نشون بدین، زورشون نکنین، نگیم بیا این سی دی رو نصب کن هکر میشی، نمیدونم همه مشکلات حل میشه. بین خودمون باشه، ما دو تا لینوکسی خیلی سرسخت در شرکت داریم، از دیروز داریم میذاریم سر کله هم دیگه. اون آرچش محیط گرافیکیش هنگ میکنه، مال من اوبونتو گنومم دارم کرش میکنه میاد بیرون. اشکال داره، نگین اشکال نداره، ولی هی بهترش کنین. چند تا کوچولوشو نگاه میکنم، اوخ 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 بیچاره شدیم، رفت اون ترمیناله، درست شد. این مثلا اوانجلیسم ایلیکس سابقه با بقیه دوستان، جشن KDE، جشن دبیانه، فکر کنم جشن دبیانه 6ه. توی کافه دبیان رو جشن میگیریم، خیلی از آدمایی که میان اصولا لینوکسی نیستن، نمیدونن دبیان چیه، ولی یه جشن میبینن و یه سری آدم باحال میگن خب اگه این آدمای باحال دوره یه چیزی جمع شدن حتما اون چیزه خیلی باحاله.
تبلیغ بهشون نمیکنم که بیان نصب کن، ولی رفتن تو جامعه حرف زدن درباره آزادی، همین سخنرانی قبلی، این تیپ چیزا بسیار مهمن. الان ما اسلحه پرایوسی هم داریم، نسرین فکر کنم حرف زد، کارگاهشو داره برگزار میشه، متأسفانه میتونید پاشین برید اونجا، مفیدتره احتمالاً. آره نسرین، آره، ولی کارگاه و دانیال برگزار میکنه. اگه میخوایم بریم پیشنهاد میکنم. نکات بسیار مهمیه که باید دربارش بدونیم. با اینا در مورد آدم‌ها حرف بزنین. اوانجلیزم، آرت ورک، این چاکراست، یکی از مشهورترین KDE بیست آرچ ها که زمانی آرت رو خیلی مشهور کرد. در واقع بعد پروژه به بیراهه رفت به نظر شخصی خودم، ولی میشه در موردش حرف زد. فکر کنم آرت ورکش از یه ایرانیه میومد. یه دوستی به اسم مولا داشتیم. مولا برای فدورا مثلا لوگو درست میکرد، بک‌گراند درست میکرد. کار خیلی راحتیه چون افراد کمیان، ما هم که ماشاءالله ایرانی و با هنر، اصلا یه وضعی میتونید مثلا اینجا راحت کانتریبیوت کنین، خیلی هم جذابه. اگرم تکنیکال هستین که مهمترین کار، آلفا و بتا ها رو تست کنین. هممون با هیجان همیشه اوبونتو بتا که میاد و نصب میکنیم برای اینکه بگیم ما تو بتا میدونیم چیه، یا حال کنیم که ایول کرش کرد دفعه بعد ببینیم آپدیتش اومده یا نه. ولی واقعا وقتی نصب میکنیم ریپورت کنیم، بگیم اینجا باگ داره، این تیکش درست کار نمیکنه. کروم بتا رو اگه دو نفر نصب تست کرده بودن و ریپورت کرده بودن که توی شماره نسخه جدیدتون دوباره حروف فارسی گیر داره، منطقا این گیر رو ما نمیدیدیم همه دنیا، ولی در واقع ما اصولاً نداریم. باگ ریپورت کنین و فالو کنین. ریپورت هیچ فایده ای نداره. داکیومنتیشن دوباره اگه فنی هستین تو IRC فروم به بقیه کمک کنین و در نهایت اگه واقعا سوادتون انقدر زیاده کد بنویسین. یکی از کابوس‌های زندگی من بود یه دوره‌ای. تازه در هیجان، اوج هیجان بودیم، بعد این کرش می‌کرد. میام دوباره ویچوال ماشین بیارم بالا و اینو بیارم بالا و ریپورت کردنش به تنهایی احتمالاً هممون فکر کنم در این یه مورد خاص 5 میلیون بار اینجا رو کلیک کردیم. هیچی هم نشده. باگی که ریپورت میشه توی نرم افزار آزاد باید ادامه هم پیدا بکنه. اینجا خب فقط یاهو میفهمه که کرش کرد، دامپ مموری هم اینه. ولی من اینجا باگی که ریپورت میکنم میره مثلا اگر اوبونتو هم تو لانچ پد، بعد میتونم برم تو بگم مشکلم حل شد، من بزنم که این مشکلو منم دارم، مال منم اینجوری میشه، یکی بهم میگه یه لاگ بفرست که چجوری کردی که اینجوری شد و واقعا حل میشه. مثل این نمیشه که نرم افزار کلا دیگه از یادها بره ولی اون باگ هنوز اونجا باشه. داکیومنتیشن خیلی مهمه. ویکی اوبونتو IR رو آوردم براتون با اجازه دانیال که در صحنه نیست. یه ویکی درست کردیم به این امید که توش کانتریبیوت کنیم. در 30 ماه گذشته امیر، دانیال که نیستش، جادی، کوشا، ماکسیموس و اوبونوس توش مشارکت داشتن فقط. واقعیت هم برمیه که منم نداشتم. میخواستم اسکرین شات بگیرم، دیدم زایه است. رفتم یه دونه مشارکت کردم. بعد هی هم ریفرش کردم، دفعه قبلی رو نشون میداد. اولین باری که 0 ثانیه قبل درستش کرد، اسکرین شات گرفتم، بعد دیدم زده یکی، خیلی زایه است. F12 رو زدم، مال خودم رو کردم 12-13 بار. چون به هر حال خجالت آور بود اینه که کار نکردم. ولی خب دروغ گفتن از اون چون بدتره. خب بچه ها باشین، صدا میاد؟ آره مثل که بهتر شد، صدام خیلی شفافتر شد. از اول میگیم خلاصه اینجا مشارکت کنین، جایزه هم میدیم. قرار شد نگیم فکر کنم، نمیدونم، مطمئن نیستم از کی تا کی قرار بود باشه یه دوره. خلاصه قرار شد هر کی بیشتری مشارکت رو کرد جایزه بگیره، درست میگم؟ در چهار گفتن جایزه رو تقبل میکنه. ممنون. سوپر شارژ شد باتری و اینا مشارکت های شما توی لینوکسه. دنبال یه فوراور الون میگشتم، این میزش ها اصلا درست کردن. تنها نباشین. من اصلا با بچه ها گپ میزدم، هر دفعه تو کنفرانس ها میگم، یه سری دوستان از کاشان اومده بودن با یه اتوبوس کامل، دستشون درد نکنه، لطف کردن. بچه ها هم از جنوب اومده بودن یه سری که من دستشون واقعا درد نکنه، مقامات کشوری، لشکری پیغام فرستادن برامون و همشون خوشحال بودن از اینکه این برنامه برگزار میشه. این آدما با یه امید زیادی میان. من خیلی زیاد آدمهایی میشناسم که تنها میان، تنها میرن و اون چیزی که باید در واقع ما هی میگیم جامعه ایم رو برداشت نمیکنن در واقع.
مهمترین اتفاق توی اینجور کامیونیتی ها این نیست که شما بیاین بشنوین من چی میگم، من نه حرف عجیبی دارم بزنم، اگه یک کلمه هم به شما بگم مثلا داکر، منطقا هر کسی که اینجا میتونه بشینه میتونه تو گوگل سرچ کنه دنبال داکر تا ته داکر رو خودش یاد بگیره. آموزش مفیده، نشون دادن بسیار مفیده، ولی مهمتر از اون جامعه ایه که ما داریم ازش حرف میزنیم. خیلی ناراحت کننده است دیدن آدمهایی که میان و بی‌حوصله برمیگردن، در واقع با یه هیجانی میان، ما بهش میگیم ما یه فرهنگیم، ما خیلی باحالیم، بعد میاد اینجا میبینه که ما یه سری گنگیم که با خودمون دوستیم، با دوستامون خیلی باحالیم، با هر کی هم که جزء این گروه نباشه ماکسیمم دیگه خیلی بهش خوش بگذره، میتونه تو صف میهن وایسته مثلا یه بستنی بگیره اونم اگه شانس شکلاتی بهش برسه. این نکته حساسیه، رو اینم باید فکر کنیم. یعنی ما مستقل از لینوکس که فرهنگ ما که خوبیم، همه این بحثا یاد بگیریم با هم یه رابطه ارگانیک تری داشته باشیم. آدما نیان تنها برگردن، بیان یه لینک درست کنن. خود من نیام اینجا، اون کنفرانس آی بریج که بود با اون همه سر و صدا، آدما رفتن اونجا، همون گروهی که با هم بودن رفتن با هم بهشون خوش گذشت برگشتن، چند تا لینک بیزنسی درست شد. من یه دوست دارم که مثل گرگ خوب رفت فقط توی لینکدین این آدمایی که تو آی بریج بودن رو پیدا کرد، باهاشون لینک زد، الان شرکتش رو تو کانادا ثبت کرده و در واقع دو تا مشاور داره، یه دونه از یاهو یه دونه از گوگل، و داره در واقع این شکلیه که میرن کانادا، ویزای کار گرفته تو کانادا با شرکتی که توی ایرانه و داره از اونجا سرمایه میگیره، فقط چون اونجا تونست درست لینک بزنه. اینجا با هم حرف بزنیم ببینیم چه شرکتی چی میخواد. آدما میان از من میپرسن که من فلان چیزو بلدم الان چیکار کنم، میگم خب شما برید بپرسین که فلان چیزو بلدم الان کجا کار کنم. یعنی آدما یه سری هستن که دنبال نیرو کار میگردن. این نکته خیلی مهمه و خب خیلی هم سخته، در واقع شما نمیتونین. من چون یه روش خیلی خوبی بلد بودم، میرفتم بهشون میگفتم که من ساندویچ هم امروز مثلا اولویه است، میتونم نصفشو بدم شما با من دوست بشین. تا دوم دبستان اینا کار میکرد، بعدش متاسفانه شدیداً به مشکل برخورد. آخرش حتی دیگه باعث میشد دیگه در آینده همیش که با من دوست نشه، بدونن که این همون پسر است که اینجوری گفت. در نتیجه من به عنوان یک آدم بزرگتر برای شما چند تا نکته رو میخوام بگم. الو الو، برای اینکه بتونین دوست پیدا کنین اولا سعی کنین نسبتاً باحال باشین. اینکه شما بیاین خفن باشین بیاین برین، ما یه دوست داشتیم خیلی آدم دونجوان بهش میگفتن بعضیا، ایدش این بود که ما متالیم و خیلی خفنیم. بعد از یه مدت دیدیم بابا کرم و همه چی هم پایه است، گفتیم چی شد؟ گفت ما دوتا جا رفتیم هی فاز ما متالیم گرفتیم، دیدیم خب هیچ ما رو دعوت نمی‌کنن. فهمیدیم باید راحت باشیم، دوستانه باشیم، با آدما برخورد کنیم، صمیمیت داشته باشیم و این جور چیزا. وایز باشین، تلفظ اشتباهش میشه باهوش. متأسفانه باهوش دیگه یه شانسی بود که برامون بیبی انیشتین اینا پخش نکردن، دست ما نیست که دیگه هوشمون زیاد بشه، ولی میتونیم کتاب بخونیم، دانش گسترده داشته باشیم، کارهای ضایع نکنیم، جوک ضایع احساس نکنیم، واقعیت یه درک واقعی تری از جهان داشته باشیم. تمام تحقیقاتی که دارن میگن کسایی که رمان میخونن آدمای جذابتری هم در دوست پیدا کردن. چار شد رمان بخونیم و اینجور کارها، یعنی سعی کنیم آدمی باشیم که بشه باش گپ زد. اینو میتونم در بیارم یا نه؟ یا کنده میره؟ چی شد؟ کجاش بامزه بود؟ یه جوک استانداردی بود، گفتم من شاید خواستم یه گریه داری الان به شما بگم، حالا الکی نخندین. حالا میتونم چه بامزه بهتون بگم. مهربون باشیم، تمیز باشیم، خیلی نکته مهمیه. داشتم دفکان رو دیروز نگاه میکردم، کنفرانس اخیر بزرگترین، دوباره ازش نقل قول آوردم چون دیشب دوستم نگاهش میکردم، میگفت سه تا قانون داریم ما تو این دفکان که سه روز طول میکشه بزرگترین هکرهای دنیا دور هم جمع میشن هنرهاشون رو به هم دیگه نشون میدن. اولیش این بود که همه باید روزی 3 ساعت مینیمم بخوابن. من خودم به 8 ساعت خواب در روز معتقدم، 8 ساعت هم شب، ولی اونجا اصرار داشت که حداقل 3 ساعت بخوابین. جو نگیره که من خفنم تا صبح بیدار موندم چقدر باحال. مینیمم هر شب 3 ساعت بخوابین که فردا صبح فانکشنال باشین. قانون 3-2-1. قانون 3-2-1 3 اینه که 3 ساعت بخوابین حداقل. 2 اینه که دو تا غذا، دو وعده غذا بخورین. یک هم اینه که مینیمم یه بارم دوش بگیرین در طول روز. قانون مهمیه.
و میگفتش که در واقع این ستا رو اگه رعایت کنین دیگه هر کاری کردین با خودتونه. اینم همینه، تمیز سر حال با حال و اینا باشید، مهربون باشین، اخ نکنین. من اصلا استخدام بشم، یکی از سوالای اصلی این بود که از این هکرها نیستی که میشینن پشت کامپیوتر سرشون اینجوری بعد یکی میاد سوال میکنه اینجوری میکنن. یعنی مثلا من انقدر دارم هک میکنم اصلا حوصله ندارم با هیچ کی حرف بزنم، یا من اصلا فارسی فراموش کردم. این فاز نباشین، دوست باشین، مهربون باشین، با همه گپ بزنین، اگه اصلا سوال کردن جواب بدین و اینجور چیزا، و در نهایت مطمئن باشین. این بزرگترین اشکال آدماست. این آدم به طور خاص کول هست، وایز هم هست، به تو تا زبون حرف میزنه، تمیز هم هستش، خیلی ویلکامینگه، اونقدر ویلکامینگه که دیگه امن نیست. یعنی وقتی یکی کنارتون میشینه یه جوری نباشه که انگار میخواد یارو در بره، میخواد زودتر از شما راحت بشه. این قانون اول سازدهنی زدنه، چون من همه سازها رو سعی کردم بزنم شکست خوردم. سازدهنی قانون اولش اینه که تا جایی بزنین که یارو میخواد هنوز گوش بده، انقدر نزنین که یارو پاشه بره، خواهد التماس کنه که کاش تموم بشه زودتر. این سیف بودن هم همینه، موارد بالا رو باشین تا جایی که یارو احساس میکنه ای چقدر خوب بود، کاش من این آدم رو دوباره ببینم. این قانون هم به من میگه که تو همه جلسات نیام سخنرانی، چون فکر کنم الان اینجوری شده که همه الان میگن ای بابا بازم جازی اومد. و یه نکته حساس دیگه هم هستش، اونم اینه که باید شجاع باشین. در واقع اگه شجاع نباشین هیچی نمیشه، بلکه اگه شجاع باشین اتفاقات خوبی میتونه بیفته برات. حالا برای اینکه مشکل رو حل کنیم، همه اینا رو هم که بدونیم، ما نمیتونیم بحث رو شروع کنیم. من چند تا شروع بحث خوب براتون آوردم. چون یه نگاهی بکنیم، من متاسفانه نمیبینم شما اینا رو یادداشت کنین، ولی آفرین عکس گفتم میگیریم. مثلا من قبلا شما رو توی آتیتل ندیدم، من قبلا شما رو توی رهنما ندیدم. یه شروع خیلی خوبه، میتونین دوست پیدا کنین. اگه یکی منو دید بپرسه من شما رو قبلا توی مثلا چه میدونم اداره کشاورزی ندیدم، سوال بی ربطیه، ولی بالاخره حرفمون شروع میشه. یا اینکه تو سه بگین راستش من یه بار رفتم خودم رو به یه گروه معرفی کردم، نتیجهش خیلی جالب شد، میخوام دوباره تست کنم. اگه دیدین یه گروه وایسادن دارن حرف میزنن با هم و چیز جالبی میگن، شما هم مثل بچه مظلوم وایسین این دور تا شما رو بازی بدن، هیچ اتفاقی نمیفته. تو بسکتبال به خصوص چون 5 نفر بیشتر نیست تیم، من همیشه این تجربه رو داشتم، یه کنار میله مثل مظلوم وای میستادم که منم بازی بدین، بعد بازی نمیدادن. بعد فهمیدم خب من اگه برم الکی توپو بگیرم شوت کنم زیرش، دفعه بعد کلا نمیذارم برم نزدیک زمین. ولی اگه برم معقول بگم ای چقدر خوب پس منم میتونم یه شوت بزنم و اینا، کم کم میگن خب بیا بازی کن، حداقل قدت بلنده به درد میخوری. چه تیشرت قشنگی که همیشه توی این جاها خوبه. صحبت در مورد کفش همیشه عالیه. کفش چیزیه که هیچ کس در موردش کامپلیمان نمیده. متاسفانه از این به بعد اگه بدین میفهمن که از اینجا گفتین، ولی خیلی فیچر مهمیه. آدما معمولا هی نمیدونن به چیزای مختلف توجه میکنن. شما شیرازی هستین هم که بهترینه. شما شیرازی هستین برای این کار میکنه که مثلا من الان یکی از بچه هایی که بخوام باش دوست داشتم و بهش بخوره این موضوع، مثلا اون آقایی که دست به سینه نشسته شیرازی این شما؟ آره ببین همیشه یه چیزی پیش میاد با شیرازی من جوان توی بحث شروع کنیم و اگه اینا کار نمی کنه بازم براتون دارم. اینا توی گروه قبلی من یاد گرفتم، سخنرانی قبلی یادم نیست کجا بود، فکر کنم اوبونتو بود که غذاشون خیلی خوشمزه بود، ولی تو میزهای مختلف شیرینی ها با هم فرق میکردن. میتونستیم بپرسیم که به نظرم میز شما غذاهاش خوشمزه تره، یا اینکه بچه دارن نمونه یه موضوعی که شما دوست دارین حرف بزنن. زبون گو الان خیلی مشهوره، دارم در مورد گو حرف میزنم، شما میرین بهشون میگین شما هم گوکارید مثلا. یا هر چیز دیگه. ما متاسفانه یاد گرفتیم دوستمون رو بذاریم بیس بر تضاد، بهشون بگیم ای بابا شما هم از این نیوزکارهای زایعی، من یه همکار جدید دارم که قبل نمیشینه فعلا، چون مثلا یه هفته از همکار جدیده هر روز مکالمه هم در روزی که من از رمتار آزاد متنفرم. من بگم باشم. دیدید که خب حالا چی؟ الان چیکار کنیم؟ با هم بجنگیم؟ درسته که میخوایم رابطه داشته باشیم، ولی نمیخوایم بر اساس تنفر و ناراحتی باشه. یاد گرفتیم میگیم وای چقدر دست تو رو بخورم میمیرم فردا. به عنوان یه شروع بامزه. هیچ نیازی نیست اینجوری شروع کنیم. در مورد چیزی که دوست دارن حرف بزنیم. ببین اگه مثلا یارو داره در مورد کرنل لینوکس حرف بزنه، باید یه خورده گوش بده. سوالتو بپرس. آدما دوست دارن در مورد خودشون حرف بزنن. دوام خیلی خوبه. آدم همیشه نباید با همکاراش حرف بزنه. اونا رو که همیشه می‌بینیم. الان من و سعید اومدیم با هم اینجا، هر روزم با هم حرف می‌زنیم. در واقع سعید باید با بقیه دوست بشه.
حالا این تو گروه‌های بزرگتر با معناتره، همون داستان میشه که روحی میریم یه جایی همون گروه با هم هستیم برمیگردیم. به طور خاص منظورم به بچه‌های کاشمن ما بقیه دوست داشتیم. آره و هر گروهی در واقع ما هی با دوستامون میایم با دوستامون میریم. مثلا ایریکس نیستش الان رفته سوئد، من دلم گرفته که خب من یه جلسه هم نمیام ایریکس نیست. میگم او ایریکس که هر روز میدیدیم برو بچه‌های جدید رو ببین. به نظر میاد شما باهاترین گروه هستین هم همه میام به من میگن من چون نظر هم میتونید بپرسید و نکته طلایی بپرسید شما با وای فای مشکل دارید؟ چون همه با وای فای مشکل دارن. میتونید درد دل کنیم. گروه اصلا میگه بر اساس علاقه مشکلات مشترک شکل میگیره. بنابراین شما وقتی با وای فای مشکل دارید، مطمئنا میتونید وارد هر چه همی بشید. دستتون درد نکنه. مرسی از شما. انسان‌های بسیار مؤثر که تو شرکت ما رو می‌فرستن برین ما رو اجباری بود تو شرکت ما که خیلی مؤثر بشه. من توضیح می‌دم هدف من در زندگی خیلی مؤثر شدن نیست. من می‌خوام زندگی من رو خوش بگذره. خیلی مؤثر شدن هنر خاص نیست. من که افتخار دارم که تا حالا کارمند نمونه نشدم. تو چه کاری کردی؟ قرار من یه حقوق می‌دم، من یه کاری می‌کنم. اگر من یه حقوق می‌دم، من خیلی کار خفنی می‌کنم. خب تو هنر یه به طور خاص آخرش هم یه حقوق تعمیر می‌دم. هفت تا انسان‌های مؤثر فقط دو تا چیز خوب داشت. یکیش این بود که کارا طبقه بندی می‌کرد توی ماتریسی به اسم اضطراری مهم. یه کارایی هستن که اضطراری هستن و مهمن. مثل اینکه سیستم الان دام شده. شما برید یادش بالا. کارایی هستن که اضطراری هستن ولی مهم نیستن. یاد گرفتن چیزای جدید. کارایی هستن که اضطراری نیستن ولی مهمن. یه همکاری که مثلا ازتون سوال می‌پرسه که من نمی‌دونم توی جاوا دارم می‌نویسم ارتفاع سفر تو جاوا اسکریپت با چی می‌گیره؟ برای من هیچ اضطراری نداره، ولی یورو بالا سرم مهمه. و در نهایت اضطراری نیستن، مهم هم نیستن که بهترین کارا. مثل خوابیدن، تلویزیون دیدن، خوش گذروندن، با بچه ها چرخیدن. اضطرار خاصی نداره، اهمیت خاصی هم نداره. دوست مثلا امتحان داشته باشین، تمام برنامه ایسی دوستی ما هر 10 تا کنان جذابیت خاص بدید. خطرهای کنیستون اگه اضطراری هم و مهم نیستن، مثل درس خوندن. یه تیکش اینه، واقعا اون موقع نمیرین دنبالش. من الان کسی به وقت نمیده که من برم مثلا چه میدونم کمل بخونم، ولی مهمه که بلد باشم یه سال بعد کمل رو، ولی هی میفته عقب. یکیش اینه خودش مثال میزنه مثل تیز کردن عرق. چون اون تیز کردن عرق اون چیز عجله نداریم، ولی کار اضطراریه، باید روز انجام شه. اضطراری نیست ولی مهمه. یکی دیگه اش تکنیکه، من قبلا دوست داشتم یاد گرفتم که سه کلمه آخر هر تکسی رو برای خودش تکرار کنیم بس پیش میره. مثلا از آدم میپرسید برای چی اومدین شما اینجا الان؟ حالا مثلا میگه من اومدم دوستان رو ببینم، من میگم اومدی دوستات رو ببینیم رفت یه بره، نه خب واقعا هرچی میگه سکر هم آخر بگیم بس که راحت کش میگم شمیسی نگه یه کار میگم، حالا ما دوست دارم در مورد خودش رو حرف بزنم. خیلی خیلی سریع اگر سوال نقطه هست بگیم میکروفون رو بگیم. بسیار ممنون.